سرخط خبرها. ادامه درگیری ها در بندر حدیده یمن. دولت و حوثی ها می گویند آتش بس از سه‌شنبه شروع می شود. توافق نزدیک به 200 کشور برای اجرای معاهده مقابله با تغییرات اقلیمی. آمریکا هم سند نهایی را امضا کرد. عملیات تازه هکرهای حکومتی در ایران. گروه بچه گربه دلربا به دنبال نفوذ به ایمیل های ده ها فرد داخلی و خارجی بوده. و ترجمه اشعار سعدی به عربی در کویت. سلام و عصر بخیر. در یمن بندر استراتژیک حدیده بار دیگر صحنه درگیری‌های شدید بین نیروهای حامی دولت و شبه نظامیان حوثی است. منابع دولتی میگویند درگیری‌های دیشب دست کم 29 نفر کشته شدند. بیشترشان از حوثی‌ها. این در حالی است که دو طرف سه روز پیش توافق کردند که در حدیده آتش بس برقرار شود. حوثی‌ها و نیروهای دولتی میگویند آتش بس قرار است که از سه شنبه اجرا شود. دبیرکل سازمان ملل هشدار داده که اگر دو طرف به صلح نرسند، اوضاع یمن در سال آینده میلادی به مراتب بدتر خواهد شد. باران عباسی گزارش می‌دهد. یمن شهر بندری حدیده. سه روز پیش بعد از اعلام توافق آتش بس. در نگاه اول شهر آرام به نظر می رسد، اما ترس از بازگشت روزهای اسفبار جنگ در همین نزدیکی است. این حدیده قبل از توافق آتش بس است. صحنه هایی که دیشب هم تکرار شد. حمله های هوایی و درگیری های زمینی که به گفته منابع دولتی نزدیک به 30 کشته به جا گذاشته. با این حال نماینده سازمان ملل در امور بشر دوستانه یمن هنوز به برقراری صلح امیدوار است. خب آتش بس رسما چند روز دیگه اعلام میشه. نیروهای سازمان ملل در حدیده میگن هنوز صدای تیراندازی شنیده میشه، ولی ما انتظار داریم که وقتی آتش بس رسما اعلام شد دو طرف به اون متحد بمونن. سازمان ملل میدونه که این میتونه نقطه عطفی در یمن باشه، میتونه قدم اول در راه صلح باشه و ما معتقدیم دو طرف در پایان درگیری ها جدی هستند و ما هم البته اینجا هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که اونها به تعهداتشون پایبند میمونن. این صحنه هایی است که امید به پایان سالها زندگی در جنگ و قحطی را به یمنی ها بازگرداند. توافق آتش بس در حدیده بعد از یک هفته گفتگو در سوئد به میانجیگری سازمان ملل. نمایندگان دو طرف قول دادند از حدیده عقب نشینی کنند، جایشان را به نیروهای محلی تحت نظارت سازمان ملل بدهند و ناظران بین المللی هم در حدیده مستقر شوند. سالها جنگ حدیده را به ویرانی کشانده، اما برای بیماران و گرسنگان آتش بس در این بندر تنها راه نجات است. در حال حاضر 3/4 غیر نظامیان یمن یعنی 24 میلیون نفر برای ادامه زندگی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یمن بیشتر از هر کشور دیگه‌ای در جهان به کمک احتیاج داره. بیشتر این کمک یعنی 70% از بندر حدیده باید وارد بشه. به خاطر همینه که حدیده شاهراه حیاتی شمال یمن محسوب میشه. بعد از بازگشت از مذاکرات سوئد، شبه نظامیان از توافق صلح استقبال کردند. با وجود درگیری‌های اخیر، انتظار می‌رود این توافق تا دو روز دیگر اجرا شود. جنگ فراموش شده یمن حالا در مقابل چشمان جهان است و امید میلیون‌ها یمنی به روزی که سلاح‌ها به نام جشن و نه جنگ بالا برود. باران عباسی، BBC. فرزانه روستایی روزنامه‌نگار از استکهلم سوئد با ماست. خانم روستایی، چرا درگیری ها ادامه پیدا کرده؟ ظاهرا دو طرف میخوان که تا لحظه آخر تا سه‌شنبه بجنگن. اگر هم آتش بس برقرار بشه به نظر شما چقدر امکانش هست و چقدر امکان دوامش هست؟
اساساً ترک تخاصم و درگیری در مناطقی مثل یمن به سادگی صورت نمیگیره و حتی بعد از امضای توافقنامه و بعد از اینکه طرفین میپذیرن بهتر جنگ به پایان برسه و به نفعشونه، باز هم درگیری ها یک کمی ادامه پیدا کنه. اما به دلیل اینکه بعد از یک پروسه کاملا طولانی دو طرف به پای میز مذاکره نشستن با حضور ناظران بین المللی در کشور سومی توافق کردن، به نظر میرسه این آتش بس حتما شروع خواهد شد در روز سه‌شنبه و من اصلا نگران نیستم که این توافق یک موقع نادیده گرفته بشه و دوام پیدا میکنه. حتما دوام پیدا میکنه. از کجا میگید انقدر مطمئن؟ به دلیل اینکه مذاکرات صلح در یمن بدون موافقت عربستان سعودی، بدون فشار آمریکا و بدون موافقت ایران شکل نگرفته. این فرمول برای اینکه نهایی بشه احتیاج به یک توافق منطقه‌ای داشت و در واقع یک توافق منطقه‌ای دو طرف رو، سعودی ها رو و همچنین حوثی ها رو و در حاشیه ایرانی ها رو واداشت که پای میز مذاکره بنشینند. در نتیجه وقتی که یک توافق منطقه‌ای صورت گرفته و در واقع نهادهای بین‌المللی هم پشت شه، این دو طرفی که مشخصاً در صحنه درگیری با هم درگیر هستند، بعید به نظر می رسید بتونن توافق جمعی رو نقض بکنن. من حالا با توجه میخواستم بپرسم، حالا به فرض اینکه این توافق هم آتش بس هم برقرار بشه، این آتش بس واقعا چقدر میشه بهش امید داشت به عنوان پیش درآمدی برای یک توافق جامعه صلح در کشور؟ هر علامت مثبتی رو در یمن باید ازش استقبال کرد. الان بیشترین اخباری که از یمن میرسه اخبار قحطی مردمی که یک چیزی میخوان فقط بخورن و از گرسنگی نمیرن. آمار مرگ و میر، تلفات کودکان در اثر بیماری اینقدر شدیده و اینقدر بالاست که به نظر میرسه که هر توافقی یک امیدیه و امید در مناطق خشن و بدون آینده‌ای مثل یمن، مناطقی که در واقع مرکز جنگ‌های نیابتیه، هر سیگنال مثبتی رو باید ازش استقبال کرد و به نظر من این سیگنال مثبت و مذاکراتی که از استقبال شروع شد، انجام شد، نماینده سازمان ملل درش بود و در واقع دبیر کل سازمان ملل برش نظارت داشت و قرار کلاهآبی های سازمان ملل در حدیده مستقر بشن و اولین کاری که میشه این محموله های غذا بین مردم توزیع بشه. یعنی اینقدر این علامت ها مثبته که بعید به نظر میرسه که نقض بشه یا کسی جرأت کنه اون رو نادیده بگیره. خیلی ممنون خانم روستایی. فرزانه روستایی از استکهلم با ما بود. بعد از دو هفته اختلاف و مذاکره بین 198 کشور، کنفرانس تغییرات اقلیم بالاخره دیشب به توافق رسید. هدف از این مذاکرات که در لهستان برگزار شد رسیدن به توافق برای کاهش گازهای خطرناک گلخانه‌ای و کمک به کشورهای آسیب دیده از تغییر اقلیم و گرم شدن زمین بود. توافق حاصل شد، اما خبرنگار ما سیاوش اردلان در گزارشش میگوید نتیجه توافق با انتظارها در کنفرانس فاصله زیادی داشت. در این است که متخصصان و اندیشمندان دنیا میگویند جهان و آینده تمدن را تهدید میکند. گازهای گلخانه‌ای. در کنفرانسی که هدفش کاهش گازهای گلخانه‌ای بود، هیئت‌های دیشب در لهستان از رسیدن به توافق خوشحالی کردند. این توافقی نبود که بتوان گفت دنیا را از خطر گازهای گلخانه‌ای نجات می‌دهد، اما از هیچی بهتر بود. با حدود 200 کشور دنیا رسیدن به یک توافق فنی که همه را راضی کند آسان نیست، اما با توجه به شرایط فعلی هر قدم کوچک هم یک دستاورد بزرگ است. منظور مدیر کنفرانس از شرایط موجود اختلاف نظرهای شدیدی بود که اجازه نداد این کنفرانس به هدفهایی که می‌خواست برسد. کنفرانس دو هدف کلی داشت: کاهش گازهای گلخانه‌ای و کمک مالی به کشورهای بسیار محروم و فقیر که بتوانند در برابر تغییر اقلیم مقاومت کنند. گازهای گلخانه‌ای وقتی بیش از اندازه تولید می‌شود، تغییر اقلیم پیش می‌آید. یعنی خشم طبیعت چند برابر می‌شود. خشکسالی شدیدتر، طوفان مهیب‌تر، ریزگردهای بیشتر، سرما و گرمای بی‌موقع و خسارت‌های فراوان. صدها میلیارد دلار خرابی و صدها میلیون مردم آواره و آسیب دیده. دو هفته بود که کشورهای مختلف بر سر کاهش گازهای گلخانه‌ای و کمک به کشورهای محروم با هم چانه می‌زدند. چند کشور خاص به رهبری دولت آمریکا می‌گفتند ما در کم کردن گازهای گلخانه‌ای مقید نیستیم.
این کشورها نیازمند مصرف سوخت فسیلی هستند. نفت و گاز و یا مثل کشور میزبان کنفرانس لهستان، زغال سنگ. در این توافق برنامه برای کاهش گاز گلخانه‌ای معین نشد، ولی راجع به نحوه محاسبه گازهای گلخانه‌ای در هر کشور توافق حاصل شد. در مورد کمک به کشورهای محروم هم پولهای زیادی جمع شد، حدود 100 میلیارد دلار. ولی قرار بود کشورهای ثروتمند بسیار پول بیشتر از این به کشورهای فقیر بدهند. خلاصه فعالان مقابله با تغییرات اقلیمی از این توافق خوشنود نیستند. نتایجی که در این مذاکرات حاصل شد برای جلوگیری از گرمتر شدن زمین کافی نیست. فعالان اقلیمی وعده دادند در سراسر جهان موجی از اعتراض و اعتصاب و نافرمانی مدنی به راه بیاندازند تا به دولت‌هایشان فشار بیاورند. مصرف سوخت فسیلی 200 سال است که برای بشر عادت شده و راه پول درآوردن است. نشانه‌اش هم افزایش گازهای گلخانه‌ای، نزدیک به سالی 40 میلیارد تن در جو زمین. اگر گازهای گلخانه‌ای را به سیگار تشبیه کنیم، در توافق دیشب بر سر محاسبه تعداد سیگارها توافق شد، ولی نه کاهش آن. و بر سر کمک به آسیب دیدگان این ماده اعتیادآور نیز توافق شد، ولی نه آنقدر که باید و شاید. سیاوش اردلان، بی بی سی. سیاوش اردلان که این نشست رو از شهر کاتوویس در لهستان دنبال کرد، امروز اینجا در استودیو با ماست. سیاوش، در مجموع به نظر میرسه موفق بوده، حتی آمریکا هم این رو امضا کرد. موفقیت به چه بهایی؟ اگه موفقیت رو این بدونیم که توافق پاریس که این مذاکرات قرار بود ادامه دهنده اون باشه زنده مونده، هنوز اون معماری، اون نقشه راه برای نجات زمین از گازهای گلخانه‌ای هنوز اون پابرجاست، بله موفق بود و این خودش دستاورد بزرگه، چون همین رو هم انتظار نداشتیم. اما اگه به اون هدفهایی که تعیین کرده بودن برای نجات زمین، نجات اونجوری که خودشون میگفتن تمدن‌های بشری، آینده بشریت، کارهایی که بعد برای این کار انجام بشه، اگه موفقیت رو این بدونیم هنوز خیلی فاصله داریم. همین که صحبتی که می‌کنیم مثل اینکه اون انتظارات خیلی بلند پروازانه بود. انتظارات بلند پروازانه بود چون مبنای این که اینا بتونن دستورالعملی تهیه بکنن که ما چجوری میخوایم کره زمین رو نجات بدیم، اون گزارش چند ماه پیش سازمان ملل بود. سازمان ملل گفت اگه شما میخواید واقعا به نتیجه برسید، باید تا 12 سال آینده 50% گاز گلخانه ایتون رو کم کنید. یعنی شما فکر کنید تا 12 سال آینده تمام کشورهایی که نفت و گاز و زغال سنگ مصرف میکنن یه دفعه 50% اینو بیارن پایین. تجویز این بود و ایدئال اینه، اما یه سناریو هست، وضع موجود اگه به همین صورت پیش بریم که این سناریو حرارت کره زمین رو تا 5-6 درجه بالاتر میبره، اصلا غیر قابل زیسته. یک سناریو هست که اگه طبق توافق پاریس پیش بریم که اون حدود 3.5 درجه بالا میبره، بازم از مرز بحران عبور کرده. یک سناریوی هم سناریوی هستش که سناریو ایدئال بتونیم که تا 1.5 درجه نگرش داریم. طبق این توافق ما نزدیک به اون چیزی هستیم که 3.5 تا 4 درجه که توافق پاریس منظور کرده بود، اما این خیلی فاصله داره با خوشبینی راجع به آینده بشریت. من دنبال نکات مثبت هستم. صحبت توی این گزارش کردی از 100 میلیارد دلار که جمع شده برای کشورهای فقیر و محروم، خودش پول زیادی است برای این کشورها. کشورهای فقیر چه به دست آوردند؟ یه مقدار همین پوله رو به دست آوردن، اما قراره این پوله قرار بود سالی 100 میلیارد باشه. یعنی قرار بود اینا از سال 2015 سالی 100 میلیارد جمع کنن که از سال 2020، دو سال دیگه که قراره این پولها اختصاص داده بشه، یه حدود نیم تریلیون دلار، 500 میلیارد دلار در این صندوق باشه. تا الان چیزی حدود مثلا 120 میلیارد جمع شده. بانک جهانی هم 200 میلیارد کمک کرده که اینا خیلی خوبه، اما بعدم بحث این هستش که اینا چجوری تخصیص داده بشن. کشورهای زیاد از ایران گرفته، حالا اگه بخاطر شرایط تحریم نمیدونیم ایران بتونه این پولا رو بگیره یا نه، ولی تمام کشور محروم و فقیر و اینایی که آسیب دیدن از تغییر اقلیم، هر کدوم اینا بخشی از این پول رو میخوان و 100 میلیارد دلار به هیچ وجه کفایت نخواهد کرد برای تمام این کشورها. سیاوش خیلی ممنون، متشکرم. سیاوش اردلان اینجا در استودیو با ما. برنامه امروز هشتگ شما هم به تعهد کشورها برای اجرای توافق اقلیمی پاریس اختصاص داره. چقدر اخبار مربوط به تغییرات اقلیمی و کنفرانس اخیر در لهستان رو دنبال کردین؟ این موضوع اساساً چقدر برای شما اهمیت داره؟
و انتظار دارید دولت شما چه نقشی در این زمینه ایفا کنه؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از این راه ها که الان روی صفحه تلویزیون میبینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @BBC شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدهیم. بندر حدیده بار دیگر صحنه درگیری نیروهای حامی دولت یمن و حوثی هاست. دو طرف میگویند آتش‌بس را از سه‌شنبه شروع میکنند. نزدیک به 200 کشور جهان پس از 2 هفته مذاکرات فشرده در لهستان بر سر اجرای معاهده تغییرات اقلیمی پاریس به توافق رسیدند. در ادامه برنامه، ترجمه اشعار سعدی به عربی در کویت. پژوهشگران امنیت سایبری میگویند از عملیات جدید یک گروه هکر مرتبط با تندروها در حکومت ایران شواهدی به دست آوردند. این گروه هکر که به چارمینگ کیتن یا بچه گربه دلربا معروف است، در چند ماه گذشته تلاش کرده به ایمیل شخصی دست کم 77 نفر نفوذ کند. از جمله مقام‌های وزارت دارایی آمریکا، پژوهشگران هسته‌ای در پاکستان، سوریه، اردن و روزنامه‌نگاران و فعالان ایرانی. بی بی سی فارسی قبلا به شواهدی دسترسی پیدا کرده بود که نشان میداد گروه بچه گربه دلربا پارسال به دنبال هک کردن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم بوده. بهرنگ تاجدین گزارش میدهد. این یک نمونه از ایمیل هایی است که قربانیان گرفتند. ایمیلی که ظاهرا از گوگل آمده تا هشدار بدهد کسی در روسیه تلاش کرده وارد حساب آنها بشود. ولی اگر روی آن کلیک می کردند، آنها را به صفحه شبیه به صفحه ورود به حساب ایمیلشان می برده تا ابتدا پسورد و سپس کد عبور دو مرحله‌ایشان را بدزدد، روشی که به آن فیشینگ می گویند. هکرای ایرانی میان میگن از روسیه هستش، هکرای روسی میگن از ایران هست. پژوهشگران امنیت سایبری می گویند دست کم 77 حساب ایمیل یاهو و جیمیل به این شیوه هدف قرار گرفته و این ایمیل ها بخشی از عملیات جدید یک گروه هکر شناخته شده است. حدود 2 ماه پیش یک سری حملات فیشینگ انجام شده. خب ما یک سری از سمپل ها رو گرفتیم، از نمونه حملات رو به دست آوردیم. از طریق اون ایمیل ها تونستیم به یک سری سرور ها دسترسی پیدا کنیم. یکی از این سرور ها در حقیقت قابل دسترس برای همه، برای عموم. یعنی اگر شما خود شما پیدا می‌کردید میتونستید ببینید چه کسایی رو مورد هدف قرار دادن. در چند مورد سرورهای مشابهی بودش که گروه در حقیقت چارمین کیتن ازش قبلا استفاده کردن در حملات قبلیشون. چارمین کیتن یا بچه گربه دلربا یکی از گروه‌های هکر معروف مرتبط با حکومت ایران است. بی بی سی فارسی پارسال فهرستی از افراد هدف یکی از حمله‌های این گروه را دیده بود. فهرستی که مقام‌های رسمی ایران از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه و حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور هم در آن دیده می‌شدند. سرفا می‌گوید در حمله تازه چند نفر از مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا هدف هکرها بودند، از جمله جرت بلان مسئول پیشین اجرای برجام در وزارت خارجه آمریکا، اندرو گروتو مدیر پیشین سیاست‌گذاری امنیت سایبری در شورای امنیت ملی آمریکا و گای رابرتس معاون وزیر دفاع آمریکا در امور هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک. میتونیم به صورت کلی به 2 دسته تقسیمشون کنیم. دسته اول کسایی بودن که در حقیقت تمرکزشون حالا در گذشته یا الان بر روی تحریم‌های اقتصادی و نظامی علیه دولت ایران بودش، حالا علیه دولت نه علیه حکومت ایران بودش. دسته دوم در حقیقت خیلی بخوایم عمومی بگیم میشه افراد روزنامه‌نگاران و فعال‌های مدنی بودن، مثل فعال حقوق بشر، مثل افرادی که برای تینک تانک‌ها کار می‌کردن و یا افرادی که در زمینه محیط زیست فعالیت میکردن. گروه بچه گربه دلربا شبکه‌ای گسترده از سایت ها با سرورهایی در آمریکا، هلند، بریتانیا، فرانسه و آلمان را برای حمله به کار گرفته بود، ولی استفاده از فیشینگ برای نفوذ به ایمیل افراد شیوه جدیدی نیست. این گروه قبلا هم با همین
روش ها به آدم های دیگه حمله کرده بود و گزارش های در مورد حمله هاش منتشر شده بود. چه شکلیه که به همون روش ادامه میده و همون کار رو دوباره تکرار میکنه؟ اولین دلیلش این استش که همچنان این حملات موفق هستن از نظر اینکه بتونن به ده حسابا دسترسی پیدا کنن، هکشون کنن. دوم دلیل این استش که این حملات کم هزینه هستن، هزینه خاصی نداره براشون. و سوم دلیلش هم این استش که شاید دوست داشته باشن که یه ذره در موردشون صحبت شه، یه ذره تبلیغات بشه، شاید میگم براش اصلا مهم نباشه که کسی رد پای ازشون پیدا کنه یا نکنه. معلوم نیست که هکرها امیدوار بودند در ایمیل شخصی قربانیان نشان چه چیزی پیدا کنند و چقدر به اهدافشان رسیدند، ولی می شود مطمئن بود که چنین حمله هایی تنها بخشی کوچک و پیش پا افتاده از نبرد سایبری میان ایران و آمریکاست. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. دادستانی کل افغانستان میگوید از 15 نفر در رابطه با آزار جنسی بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان تحقیق کرده است. دادستانی همچنین از مردم و نهادها خواسته که اگر شواهدی در این زمینه دارن ارائه کنند. بشیر پیمان از کابل گزارش می‌دهد. دادستانی کل افغانستان میگوید تحقیقات از افراد مظنون درباره سوء استفاده جنسی از بازیکنان فوتبال زنان را جدی دنبال میکند. ادعاهایی که جامعه ورزش در داخل و خارج و حتی رئیس جمهور افغانستان را شوکه کرد. رئیس جمهور دادستانی کل را مأمور رسیدگی به این پرونده کرد. تا کنون از 15 تن به شمول مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان تحقیق صورت گرفته و امروز هم که من همراه شما صحبت میکنم تحقیق همکارای ما از برخی دیگه که شامل پلان تحقیقاتی از جریان داره، اونا کار خود با قاطعیت و جدیت به خاطر روشن شدن این مسئله دارن انجام میدن. دادستانی کل از مدعیان خواسته سند بدهد. خالده پوپلزه کاپیتان سابق در صدر فهرست مدعیان. آغاز تحقیقات دامن رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان و 4 تن دیگر را گرفته. همه از وظیفه تعلیق شدند. فیفا هم گفته رئیس فدراسیون از حضور در تمام فعالیت‌های مربوط به فوتبال تا 3 ماه محروم است. مسئولان فوتبال افغانستان ادعاها را به اساس خوانده و گفتند که با دادستانی همکاری میکنند. کم کم اطلاعاتی در دست داریم که چه کسای پشت‌سر این موضوع هستند و ما نمیخوایم به گفته دوستو بیگدار به آب بزنیم، چون موضوع بانوان، موضوع انکشاف بانوان و حیثیت افغانستان مطرح هست. این موضوع رو ما باید بیشتر روش کار بکنیم. با یک شواهد معتبرتر، با یک برنامه معتبرتری پیش برن. شماری از اعضای تیم ملی فوتبال زنان نیز ادعاها را به اساس خوانده و گفتند که این کار شرایط فعالیت آنان را در جامعه سنتی افغانستان دشوار کرده. یافته های دادستانی افغانستان هرچی باشد آینده فوتبال زنان این کشور را مشخص خواهد کرد، ولی نشر اخبار مبنی بر آزار جنسی فوتبالستان زن بر فوتبال دختران افغانستان بی تأثیر نخواهد بود. بشیر پیمان، بی بی سی، کابل. امروز در کابل مراسم تشییع حنیف همگام، کمدین و هنرمند معروف افغانستان برگزار شد. آقای همگام دیروز در 56 سالگی در بیمارستانی در کابل درگذشت. علت مرگ حنیف همگام خونریزی مغزی اعلام شده. شعار نو نو داری، بسیار پیچ و تو داری، وقت جلسه پارلمان نشسته خو داری، وقت جلسه پارلمان. آقای همگام مجری و تهیه کننده برنامه طنز و انتقادی زنگ خطر در تلویزیون خصوصی طلوع در کابل بود. برنامه‌ای که برای اولین بار از دولت و سیاستمداران افغانستان به صورت طنز انتقاد می‌کرد. آقای همگام در بیش از 20 فیلم ساخته شده در داخل و خارج از افغانستان نقش بازی کرد و کارگردانی 3 فیلم هنری و 7 مستند را هم بر عهده داشت. در شمال سوریه انفجار یک بمب کار گذاشته شده در یک خودرو 5 نفر را کشت و بیش از 20 نفر را زخمی کرد. خودرو در یک بازار شلوغ در شهر افرین منفجر شد.
که در ماه‌های اخیر شاهد انفجارهای متعددی بوده. ارتش ترکیه حدود 7 ماه پیش در عملیاتی گسترده و به کمک شبه نظامیان متحدش کنترل افرین را از گروه‌های کرد گرفت. دیروز رئیس جمهوری ترکیه گفت اگر آمریکا شبه نظامیان کرد را از شمال سوریه خارج نکند، ارتش ترکیه به آنجا می‌رود. در کویت یک مؤسسه فرهنگی به نام بابتین تلاش زیادی می‌کند تا آثار شاعران فارسی زبان را به مخاطبان عرب معرفی کند. در همین راستا اشعار سعدی را به عربی ترجمه و منتشر کرده و دوره‌های آموزشی زبان به نام سعدی شیرازی را هم برگزار کرده. سهراب ضیاء خبرنگارمان در ادامه گزارش‌هایش از کویت به اهمیت معرفی بزرگان شعر و ادب فارسی در جهان عرب پرداخته. کتابخانه مرکزی البابتین ویژه شعری عربی بزرگترین کتابخانه در جهان است که به شعری عربی اختصاص یافته. به ابتکار و همت این مرد عبدالعزیز سعود البابتین و به افتخار نامگذاری کویت به عنوان پایتخت فرهنگ عرب در سال 2001. در این بخش کتابخانه که 12 سال پیش فعالیتش را آغاز کرد، صدها هزار کتاب، نشریات، نسخ خطی و نزدیکی 5000 پایان‌نامه دانشگاهی نگهداری و حفظ می شود که گنج است شایگان و با ارزش. از بنیادگذار مؤسسه فرهنگی البابتین پرسیدم که چی چیز به او انگیزه داده تا برای معرفی شعرهای پارسیگو از جمله سعدی شیرازی به عرب ها اقدام کند. فی دوره سعدی شیرازی الذي امضى 30 عام. سعدی شیرازی در طول 30 سال به کشورهای مختلف از جمله به کشورهای عربی سفر کرده و زبان عربی را آموخته بود. او توانست صدای مردم پارسی زبان را به گوش عرب‌ها و صدای عرب‌ها را همینطور به گوش پارسی زبان‌ها برساند. ما به احترام شخصیت بزرگ سعدی یک دوره آموزش زبان پارسی و زبان عربی را برگزار کردیم. همچنین 5 عنوان کتاب مختلف در این راستا و در تیراژ بالا منتشر کردیم. در رابطه با فرهنگ و ادب فارسی از ترجمه و نشر اشعار سعدی شیرازی، مولانا جلال الدین رومی و برگزیده اشعار شاعران ایران می توان یادآور شد. مؤسسه فرهنگی البابتین برگزیده اشعار مهم عربی جهان را هم به زبان فارسی ترجمه و نشر کرده است. این مؤسسه به جز از کشورهای عربی در کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی، اسپانیا، در دانشگاه فلوریدا، میزوری و میشیگان آمریکا و در چین فعالیت‌های گسترده فرهنگی و ادبی دارد. احنا یعنی لسنا متخصصین فی الدین. ما با دین کاری نداریم و نمی‌خوایم فعالیت‌های فرهنگیمان بین مسلمانان و دیگران اختلاف برانگیزد. ما کوشش می‌کنیم از نظر فرهنگی ملت‌ها را به هم نزدیک کنیم، چرا که فرهنگ کوتاه‌ترین راه برای ارتباط داشتن و آشنایی و محبت بین ملت‌هاست. در حمایت از شاعران عرب زبان گمنام در سراسر جهان، مؤسسه البابتین ضمن شناسایی این افراد و ارزیابی کاری آنها به چاپ و انتشار اشعارشان در مجموعه های مختلفی فردی یا جمعی پرداخته که شاعران عرب زبان ایران سهم زیاد در این مجموعه شعرها داشتند. سهراب ضیاء، BBC کویت. اشعار سعدی در جهان عرب. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون از همراهیتون.